رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استکتون از نیوجرسی با ماست. آقای قرشی، یکی از شهروندان بوشهری گفته بود در این شهر هم قطعی برق وجود داره، در حالی که در سالهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی بارها تامین برق رو یکی از اهداف اصلی خودشون در پیگیری برنامه هسته‌ای عنوان کردن. چرا به رغم هزینه هنگفت برای نیروگاه بوشهر همچنان قطع برق به صورت گسترده اتفاق میفته؟ با سلام خدمت شما بینندگانتون. والا این نیروگاه بوشهر خب داره تولید میکنه، 700 مگاوات داره تولید میکنه که بنا بود همینقدرم باشه، درست میفرمایید، با خرج خیلی بالا بین 6 تا 11 میلیارد دلار اینو راش انداختن. منتها 700 مگاوات 1% مصرف برق ایران هم نیست، از اولش هم بنا نبود. زمان شاه هم وقتی گفتن این رو ما میخوایم راه بندازیم نیروگاه بوشهر که برق تولید کنیم، هیچ باور نکرد. همه فکر میکردن این برنامه اینه که اورانیوم غنی کنن، هنوزم برنامه این اونه. واقعا همطور که قبلا هم دیگران هم گفتن برنامه نداره دولت. ببینید وقتی دقت میکنید میبینید که 4-5-6 تا دلیل مختلف برای این مشکل گفته میشه که متاسفانه همشون هم درسته. متاسفانه به این دلیل که اگر همه اینا درسته شما با یکیش درستش نمیکنی. حالا اگر این نیروگاه بوشهر 10 برابر هم تولید میکرد باز ما مشکل داشتیم. متاسفانه همه این مسائل برمیگرده به برنامگی. ما واقعا داریم برمیگردیم به عصر حجر، این رو اغراق نمی کنم، من واقعا داریم به اون عصر داریم برمیگردیم و این به خاطر بی‌برنامگی و فساد و ندانم کاری. آقای قرشی، تبعات اقتصادی قطعی برق در کسب و کار رو برامون بگید و اینکه کدوم اصناف بیشتر از قطعی برق زیان میکنن؟ خانم همه ببینید، نه فقط حتی اقتصاد، جامعه. ببینید برق مثل خون تو رگای انسان، اگر خونی تو رگا نباشه نه به سلولا اکسیژنی میرسه، نه غذایی میرسه، نه فضولاتش دفع میشه. اصلا محاله که موجود زنده بدون جریان خون بتونه زندگی کنه. برق هم برای کل جامعه و از جمله اقتصاد ایران همین نقش رو داره، همه ازش ضرر میکنن. حالا به این اضافه کنین مشکلی رو که متاسفانه مشکل بی‌آبی و کم‌آبیه که اون خودش هم مستقیم غیر مستقیم هم اثر میداره، اونا شاید بازم بیشتر. مثلا این چاهای کشاورزی که الان اینا مجبور شدن به خاطر کم‌آبی بیشتر استفاده کنن ازشون، خب اون تولید کشاورزی ما رو به شدت ضرر میزنه. ولی واقعیت اینه که همه ضرر میزنن. قرشی، با توجه به رونق کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی، این قطعی برق چه تأثیر منفی بر اونها خواهد گذاشت؟ اونها از دو طرف خانم، یه طرف همین به اصطلاح این که حالا به خاطر کرونا و آنلاین کار کردن اینا اخونه کار میکنن، تقاضاشون برای برق بالاست، استفادهشون بیشتر، کامپیوترهاشون همه به برق متکی است. از طرف دیگه اون بزنس های آنلاینی فروششون روی آنلاینه، اگر برق نباشه صفر، یعنی ضربه با اینا یه چیز حدود شاید 100% اغراق نیست بهش گفت، برای اینکه اگر برق نداشته باشن هیچ کاری نمیتونن بکنن، در چون اونا شاید بیشتر از همه ضرر میکنن. ممنونم از شما، همراه ما بودین رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استکتون از نیوجرسی.